آقای هروی را اینجا در استودیو با خود داریم آقای هروی این فایل از چه زمانه است و چرا حالا نشر شده؟ خب ببینید از احمد شامسود فایل های زیاد ناشر شده وجود داره قبلا دستگاه کامل مطبوعاتی در کنار خود داشت بعضی چیزها از نشر میکردن بعضی چیزها مارشیف میکردن اما این نشر این فایل از سوی حلقه نزدیک به امشامسود صورت گرفته و بیانگر عزیز که اینا سخت به مسئله و سپاری سفارت افغانستان در تهران به طالبان اینا عصبانی هستند و میخوان بگویند که از دیر زمانی است که ایران به نوی روی کرده دوگانه در قبال افغانستان داشته در حالی که هم خواسته از بعضی گروه ها در افغانستان حمایت کنه از سوی دیگر از پشت به خنجر زدانانه و به پشت کرده به نوه و حالا خیلی مناسبت هم داره این فایل که اما شما میگه که ای بناوی ایران منافق و دودیل است و هیچ وقت دوست واقعی افغانستان نبوده اما خود دوستا امشام مسعود هیچ چنین اظهارات نمیکنند دلیلش چی هست خب بناوی حالا اینا هم دارن سیاست میکنن خب وقتی یک فایل نشر شده از آدرس از اون صورت میگیره این به معنای ازی است که سخت دلخور هستن اما ای که لعن بسیار خودشان نمیان ناظر نمیشن و انتقاد نمیکنن خب به نوی انتظار دارن که ایران ای روی کرده خود به نوی تغییر بده و پس برگرده به حمایت از الغای خاص در افغانستان خب شما هم خبرنگار سابقه دار هستین و خاطرات از احمد دارین چرا احمد شاه مسعود نگاه مساعد به ایران نداشت خب من درست در دوره جنگای تنظیمی در وقتی که اما شام وزیر دفاع بود و خیلی قدرت زیاد داشت من خبرنگاری رو شروع کردم پیوسته به کنفرانس های مطبوعاتی و ملاقات های از اون در یکی از ملاقات ها که با رابین رافایل نماینده امریکا داشت صحبت های البته در مورد مسئله طالبا و امایت از طالبا امایت از پاکستان از مخالفین این بود به ایران خیلی علاقه من بود که بفهمه در این ملاقات با رافایل چی گذاشته و پیوسته از طریق دستیار از او پیام میدادند که ملاقات چی بوده اما شما سود من به خود شنیدم که گفت برایشان برو بگو که مسائل شخصی ما در اگر در رابطه با ایران اگر ما صحبت می داشتیم با شما شریک میکردیم ولی جانب. مسائل داخلی ما بود به شما ربط نداره این نشان میده که از اون, زمان هم اما شما مسعود خیلی باوری به ایرانی ها و صداقتشان نداشت بسیار تشکر از شما آقای سیومک هروی همکارم اینجا در لندن ممنون از تحلیل و تجربیتان